په ښار کې د ښه نظم لپاره د کابل خروولۍ د چارواکو هڅې، افتتاح یک مندوی بزرگ برای فروش میوه‌جات و سبزیجات از سوی ښاروالۍ کابل، د ښار په مختلفو سیمو کې د لویو حشرونو دوام، بهسازی گلدانهای سرک منتهی به چهارراهی بست او د خپرونې پر دوام. فعالیت های خبازی راز محمد در ناحی اول این گونه با قانون و مقررات شهری برابر است. اینی که هست مالیات است، مالیات باید آدم تحویل کنه در وقت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کابل لبدی پلور خبرونه ته خرغلاست. دا خبرونه د کابل خروری لخوا او د افغانستان ملي تلویزیون په همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. په تیر یو کال کې د کابل د بازارونو د نظم په برخه کې د چارواکو هڅې له پامه نه شو غورځولای. د کابل خروری چارواکو بالاخره د کابل د بڼې د بدلولو هڅې کړې دي. یوه بله کاري ورځ د درېمې ناحیې هغه کاري پرسونل ته چې په ښار کې ښاري نظم راولي، دغه شی اجازه نشته او هڅه کوي چې لاسي توکو پلورونکي د ښار نظم ګډوډ نه کړي. د غرفې نه دې خوا هېڅ تاسو اجازه نه لري. در حدود یک سال هفت ماه میشه، تقریبا یک نیم سال زیاتر که هدایت مقام ښاروالي برای ما آماده که شما در ساحات پرزدی ها مکمل غرفه ها و کراچی های بی نظم مکمل جمع آوری شود. انشالله ما غرفه های سفید به تمام مردم هایی در ساحه غریب کار بدن و دست فروش بدن یا را ترتیب کردیم، منظم ساختیم، در حدود 1000 دانه غرفه زیادتر یا کمتر و کارمان الحمدلله روان است. دا دی ټولو پلورون کلاسی کراچی دا درېمې ناحیې د ریاست لخوا راټولې شوې او په بدل کې یې د هر یوه لپاره غرفې ویشل شوې او جوړې شوې دي. محمد داود له څو کلونو راهیسې د کوټۍ سنګي په بازار کې لاسي توکي پلوري، خو په دې وروستیو کې په خپل کار او بار کې سکون موندلی او خوښ دی چې اوس خوندي او قانوني فعالیت کوي. مخکې به موږ کراچۍ و ډېر په عذاب ولو، منډې و رامنډې به وي، تکلیف به و، کله به مال غورځېده په عذاب ولو، کله به م دا غرفې ښې ده. انشاءالله سهولت یې کار کوو، خوشحاله یې پکې ډېر زیات. د محمد داود په څیر دا ټول پلورونکي په درېمه ناحیه کې د بازار د منظم کولو له پروسې څخه خوښ ښکاري. د کابل خریان هم مني چې د کابل بڼه بدله شوې او رستر بلې منظم کیږي. د کوټې سنګي بسیار پاککاري، بسیار خلوت شده سره او بسیار کار نیک شده، بسیار خوش هستیم. فعلا خو ما از امارات بسیار زیاد خوشحال هستیم، پاککاري بسیار خوب است. د درېمې ناحیې مسؤولان په دې باور دي چې په دغه ناحیه کې لاسي توکي پلورونکي خپل سرې پارکینګونه او ګرځنده کراچۍ چې مخکې د پیاده روانو او سړکونو د بندښت لامل ګرځېدلي وو، دوی بدیل سیمو ته انتقال کړي دي او تقریبا په درېیم ناحیه په سیمه کې اوس مهال نوي اله 15% ترافیکي ازدحام له بین څخه تللی دي او ښاري نظم راغلی دی. حقیقا درته وایم چې په سلو کې 95% ډېره منظم شوې ده زموږ د درېیمې ناحیې ساحه. په تیر کال کې د کابل خروولۍ له مهمو لاسته راوړنو څخه د ښار د بازارونو تنظیمول یوه داسې لاسته راوړنه ده چې د دغه ښار له اوسیدونکو پټه نه ده. لکه څنګه چې تاسو زما شاته وینې، دلته د کابل خروولۍ د ښاري ګزمې زرنج ولاړه ده. په دې کې هغه کراچۍ او هغه غرفې بار دي کوم چې هغه د پیاده روانو یا د سړک د بندېدو لامل ګرځېدلي وو. نو دا اوس زموږ د دغه درېیم ناحیې څخه راپور و. اوس هم زموږ همکار ته ورځو، امید فیضي صاحب ته. محترم فیضي صاحب، تاسو اوس په کوم ځای کې موقعیت لرئ؟ همین لحظه آقای نوری، ما در ساحه ناحیه 16 در منطقه نساجی بگرامی قرار دارم. قرار است در این محل تا دقایق بعد یک مندوی بسیار بزرگ میوه فروشی و سبزیجات از طرف ښاروالۍ کابل افتتاح شود. تا سوال چې دغلته به ډیر غټ منډی جوړ شي، د دې موضوع په اړه باندې کې یو څه جزئیات پوښتنه کړئ. بله آقای نوری، شما که جزئیات خواستین، همین لحظه ما در مورد مراسم افتتاح
افتتاح امروز و این محل جناب رئیس ناحیه 16 هم در کنار خود دارم. میخوایم از جناب رئیس جزئیات بگیریم. قرار است امروز یک مندوی بزرگ از طرف شهرولی کابل در ساحه ناحیه 16 هم در قسمت نساجی بگرامی افتتاح شود. میشه درباره از افتتاح مندوی جزئیات بر ما بتین که چگونه مندوی خواهد بود و از کدام ساحات میوه فروش ها و ترکاری فروش هایش در اینجا انتقال خواهد پیدا کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې ټولو ښاریانو ته معلومه ده، شپاړسمه ناحیه کې خصوصا دغه بګرامۍ سیمه کې پخوا په 50 کال کې په 1 او 3 جریبه ځمکو کې ځمکه کې 3300 دوکانونه د پرزاجاتو دپاره جوړ سوي وه چې ډېر سخته سرمایه په کې مصرف سوي وه، خو د غفلت د مسؤلینو د وجې نه تقریبا 50% 60% ټول خرابه سوي دي او دوکانونه ټول غیر فعال وه. بیا د شروع سه محترم په خصوصي توجه باندې موږ کولای سه چې د بوتخاک چارهی که چې شخصي منډی وه او ټول نفع شخص ته ورتله، دا موږ کولای سه چې تقریبا اوس فعلا 480 دوکانونه مو دوی ته تثبیت کرا کړی دي او نور هم تقاضا بالکل زیاته ده. انشاءالله موږ امید لرو چې دلته به یو ملي منډی جوړ سي او شاروالی په پام کې لري چې خیر دلته ډېرې لویې سردخانې جوړې کا، دومره سردخانې چې انشاءالله د ټول افغانستان میوجات او سبزیجات په کې خوندي کیږي او د دې مشکل نه به انشاءالله ټول افغانستان خلک خلاصي او راحت بوسي. از مولوی محمد عارف کمالی رئیس ناحیه 16 شهر کابل تشکر. امروز تقریبا تمام دکاندارایی که در ساحه چرایی بتخاک میوه فروشی و ترکاری فروشی داشتن انتقال داده شدن و کارشان رسما در مندوی عمومی که از طرف شهرولی کابل افتتاح میشه سر از امروز آغاز میشه. فیضی صاحب، هغه دکانداران چې دغه نوی مندوی ته انتقال شوی دی دوی چه نظر لري؟ خوشحاله دي که خفه دي دوی؟ خب آقای نوری، مراسم افتتاح هنوز آغاز نشده. تا ای که مراسم افتتاح آغاز میشه خوب است که پاسخ این سوال شما را بریم از خود دکاندارای که قرار است فعالیت کنند در این محل پرسان کنیم. خوش دهی هستیم که جای بود شخصی، این شد زمین دولتی، هم آیدادش به دولت می آید، هم مردم اینجا راحت می باشه، هم صاحب بسیار کلان است، اونجا جای ما ازدیام زیاد بود. در اونجا خود دکاندارا کلشان نقصانی بود، تاوانی بود، یعنی دکاندارا بیچارگی اونجا بسیار یک جای ششتن نداشت و بسیار یک جای قید بود و مارکت شخصی بود. ما در این مارکت که آمده، این مارکت دولتی است، یعنی این دولت برای ما توضیح کرده و یک دانه دکان با شفافیت که دکاندار کسی دکاندار بود برای زون دکان رسیده. آل هم میریم از جریان افتتاح یک مندوی بزرگ در ساحه ناحیه 16 هم یک گزارش مفصل هم میبینیم. خپل وطن جوړو لنډی سرسیار د دوویشتمې ناحیې اړوند په بوتخاک څلورلارې کې د میوو مارکیټ په رسمي توګه د شپاړسمې ناحیې اړوند د بګرامۍ منډۍ سیمې ته چې د سوداګرۍ لپاره یو مناسب ځای بلل کېږي، د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې د مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني او ګڼ شمېر سوداګرو په ګډون ولېږدول شو. د بګرامۍ په منډۍ کې چې اوس له 3 جریبه ځمکه په بر کې نیسي 3300 دولتي هټۍ شته چې د مېوې او سبزۍ پلورونکو لپاره یې یو مناسب ځای بلل کېږي او کابل ښاروالۍ په یاده سیمه کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. ښاغلی سجستاني زیاته کړه چې په یاده منډۍ کې 480 هټۍ د بوتخاک څلورلارې د مېوې او سبزۍ پلورونکو لپاره په نظر کې نیول شوي دي او په راتلونکي کې به دا کچه لوړه کړي. تجار اصیل و بچه های اصیل وطن انشاءالله اگر دست در دست هم دیگر بتیم میتوانیم اقتصاد کشور بر سطح جهان بلکه در صفوف اول جهان ایستاد کنیم انشاءالله. ما از منابع زیرزمینی و از منابع بشری هیچ کمی الحمدلله نداریم، فقط یک اراده قوی را لازم داریم که انشاءالله در سطح دولت و اراده قوی و قوی تر از آنچه که شما تصور میکنید الحمدلله وجود داره. فقط تجار ملی ما آمده شوند انشاءالله ما میتوانیم این کشور را به پای خود ایستاد بکنیم. پیاده سیمه کې 380 هټۍ له پخوا د بګرامۍ منډۍ علافانو ته ویشل شوې وې او ټاکل شوې ده چې نور فعالیت کوونکي هم یاد منډۍ ته ولېږدول شي څو له دې منډۍ چې ملي شتمني بلل کېږي غوره ګټه واخیستل شي. کابل ښاروالي پلان لري چې د خصوصي سکتور په مرسته د بګرامۍ په منډۍ کې یوه سړکونه هم جوړه کړي. د شپاړسمې ناحیې رئیس محمد عارف کمالی وویل چې هټۍ د کابل ښاروالۍ ملکیت دی. د نوموړي په وینا
دا هټۍ چا د تل لپاره نه دی ورکړل شوی، بلکې یوازې د کسبکارانو او متشبسینو لپاره یې کرایه تثبیت شوی دی. پخوا دا دوکانونه په واسطو باندې یو سړی لس دوکانونه، یو سړی شل دوکانونه اخیستلی وه او هغه کاسبین نه وه. سبب د دې سوه چې دا منډۍ ناکامه سوه. د دې وجه نه موږ تصمیم نیولی دی چې صرف هغو خلکو ته موږ دا دوکانونه ورکوو او دوکانونو کې به اوسیږي چې هغه خپله فعالیت پکېږي. اوس هم یو کوچنی دمه لرو، له دمې وروسته زموږ سره پاتې شئ. در اطراف ما منابع طبیعی زیاد وجود دارند. درخت یکی از این منابع طبیعی است که همه موجودات زنده از اکسیژن تولید شده، سایه، میوه و سایر مزایای آن مستفید می شوند. اما باید بدانیم درخت فواید زیادی دارد که تعداد از ما مردم از آن غافل هستیم. درختان کربن دی اکساید را از هوا گرفته و اکسیژن تولید می کنند. جنگل ها و درختان حدود 60% اکسیژن مورد نیاز انسان ها را تامین می نمایند. در محیط های شهری درختان از طریق انعکاس، انحراف و جذب صدا، آلودگی صوتی و اضرار ناشی از آن را کاهش می دهند. همچنان ریشه درختان سبب استحکام خاک گردیده و مانع تاثیرات منفی سیلاب ها و باران می گردد. علاوه بر آن به طور اوسط هر هکتار جنگل سالانه حدود 68 تن گرد و غبار را از محیط جذب نموده و مانع گرمای بیش از حد هوا می گردد. همچنان تبخیر آب از برگهای درختان هوای محیط را مرطوب ساخته و از خشکی آن می کاهد و باعث ازدیاد بارندگی می گردد. وجود درختان در محیط و زندگی ما باعث کاهش فشارهای روحی و روانی و ناراحتی‌های عصبی گردیده و انسان را بانشاط می‌سازد. با غرس نهال و نگهداری درختان از فواید آن مستفید شده و محیط زندگی خیش را آرام و زیبا بسازید. تقریبا زمستان آخرین نفسهایش را می کشد. ما آهسته آهسته به فصل نهالشانی نزدیک می شویم. ریاست سرسبزی شروالی کابل از همین حال دست به کار شده و آمادگی های لازم را عملا برای فصل نهالشانی دارد. بهسازی گلدان های وسط جاده های مرکزی شهر، شاخبوری، اصلاح درختان و بسترسازی ساحات سبز در نقاط مختلف شهر فعلا عملا جریان دارد. ریاست سرسبزی شارولی کابل بهسازی گلدان های سرک چارای تایمنی تا چارای باست و از چارای باست تا چارای کارت پروان را آغاز کرد. این بهسازی شامل تغییر ساختار بعض قسمت های گلدان ها، تبدیل کردن خاک زراعتی و بسترسازی گلدان ها، نرم ساختن زمین گلدان برای کشت گونه های نباتی، شاخبوری و اصلاح درختان است تا در فصل پیشرو برای توسعه و گسترش سرسبزی آماده شود. شاخبوری درختان برای رشد و نمای درختان و جلوگیری از امراض نباتی مفید بوده و در قسمت شکل دهی و ایجاد زیبایی به درخت کار با اهمیت می باشد. ریاست سرسبزی شارولی کابل بهسازی گلدانهای سرک میدان هوایی و سرک مقابل سیلو را روی دست دارد. این بهسازی شامل شاخبوری، اصلاح درختان و بسترسازی گلدانها بوده تا در فصل پیشرو برای توسعه سرسبزی و شکوفایی بیشتر آماده باشد. گلدان دی ترتیبولو، تنظیمولو او جوړولو چاری مو پیل کړی دی او په دې گلدان کې با په روان پسرلی کې بیلا بیل گلان که نو همدارنگا چمنونو با پکی وکرو او همداراز پکوم زایونو که چه نیالگی و ونو تا ارتیالی دل کیگی پکی با نوی نیالگی او ونی که نو. شاخبوری درختان برای رشد و نمای درختان و جلوگیری از امراض نباتی مفید می باشد و در قسمت شکل دهی و ایجاد زیبایی به درخت کار با اهمیت است. همچنان بسترسازی ساحات سبز شامل تبدیل کردن خاک زراعتی و نرم ساختن زمین بوده که این کار برای توسعه و شکوفایی هرچی بهتر از اهمیت بسزای نیز برخوردار می باشد. خب، آیا شما هم مثل ما بی صبرانه انتظار آمدن فصل نهالشانی را می کشین؟ آمادگی های شما بر فصل نهالشانی چیست؟ من خو سرزمی لحظه از خود شروع می کنم. من از خود شروع می کنم. زخمل لزن سخه شروع کنم. من از خود شروع می کنم. که در فصل نهالشانی آمادگی به غرس نهال بگیرم. در خرز ما وطن ده زدی خرس را می نلرم. او دنگ که منگا تنفس کو داغا هوا منگ دپار یو نعمت ده. من از خود شروع می کنم. من از خود شروع می کنم.
از توجهتان تشکر، با امید از اینکه واقعا از خود شروع کنین و در فصل نهالشنی آمدگی های لازم را بگیرین. یک وقفی کوتاه داریم، دوباره زود برمیگردیم. فصل زمستان است و درختان در استراحت هستند. شاخچه های آنها خالی از برگ و میوه است. آنها خشک و آسیب پذیر هستند. متوجه باشید تا هیچ وقت شاخه ها را بی‌پروا میدان نکنید. کارمندان ریاست سرسبزی شارولی کابل در صورت لزوم شاخچه بری خواهند کرد و شما هم فقط در صورت نیاز شاخ و برگ درختانی که مسئولیت حفاظت از آنها را دارید شاخچه بری کنید. اما از آنها محافظت کنید تا بی‌پروا میدان نشوند. این درختان دوباره در فصل بهار سبز خواهند شد و برگ و میوه خواهند داد. زموخ خار زموخ کور دی. تیر اونی دا دری مناه یوش مرخاریانو دا شار عملی کرد او د کابل خارولی لامسئولون سر یو زاید دری مناه بلا بیلی سیمه دا خپل کورنو پتیر پلوی لاس پاکی کردلی. حشر تنظیفی در مربوطات ناحیه سیوم با اشتراک شهروندان این ناحیه برگزار شده، در نتیجه ساحات سبز، پیاده‌روها و سرک‌ها از وجود زباله‌های پراگنده پاکاری گردید. دریم ناحیه ریاست حشر دی دی حشر په اساس باندې زمون ګران هیوادوال هغه په اتفاق و اتحاد سره جمع شوی دی. زمون ورونه اعلان کوي چې راځي ای ګران افغانانو په اتفاق سره را جمع شي او تاسو د خپل هیواد په خپل روخانه او خایسته آباد وګرځوي. در این کار مشترک ساحات سبز برای توسعه سرسبزی آماده شده است و از بالاهای جمع‌آوری شده توسط ماشینری ریاست تنظیف شاروالی کابل به بیرون از شهر انتقال داده شد. طور شما در جریان هستین، فصل نهالشانی نزدیک است. انشاءالله ما آمادگی برای کمپاین های نهالشانی داریم، ولی قبل از او تمام ساحات سرسبزی را ما کثافاتش انشاءالله پاک کردیم و کارمون انشاءالله ادامه دارد. شمار زیادی از شهروندان ناحیه سوم در پهلوی مسئولان شاروالی کابل ایستاده شده و می‌خواهند که این نهاد بزرگ خدمات را به مدیریت بهتر شهری همکاری نمایند. وعده را برای شاروالی کابل و برای تمام اراکین شاروالی میتیم که ما در جهت سرسبزی پاکاری نوعی خود از هیچ کار دریغ نمیکنیم. شهروندان این ناحیه اظهار داشتند که برای پاک نگه داشتن و سرسبزی محلاتشان توجه کرده و شاروالی کابل را یاری خواهند رساند، زیرا شاروالی کابل به تنهایی قادر نخواهد بود که کابل پاک و سرسبز را دریابیم. کسایی که اراکین شاروالی هستند، اراکین ناحیه هستند، در هر سه صفایی خدمات زیادی را انجام میدن، خداوند برای ازیا اجر و پاداش دنیا و آخرت نصیبشان بگرداند. آیا تاسو د درې مناهی د خاریانو په څیر کار کول غواړی او د خپل خر په پاکوالی کې برخه اخلی؟ ما شهرغه مانند خانه خود دوست داریم و د پاکی و صفایش سم میگیریم. میگیریم می به زبانی به قلب باد بگیریم. این یک کال نماینگر عزیز که من به زبان برگم نمیگیرم. من خوش دارم که جارو دستم باشه جارو کنم، اما زیبایی شهر باشه. این یک کال ما به صفایی برات بگویم، اما قلب نمیره به خدا که در هر جای باشه هر کسی که مرا بگوید می کو دسنگیتم بگو عزیزا بگو بیا سم بی که نگفتم با گونو وقت بگو که تو گفتی و عمل نکردی. او سی ولند دمه لرو لدمی وروستا زمک سر پاتشی. شهر خوب نیازمند شهروند خوب است. در حقیقت ساختن یک شهر خوب زمان امکان پذیر است که آن شهر شهروندان خوب و با مسئولیت داشته باشند. شما چی فکر میکنین؟ به نظرتان شهروند خوب کیست؟ شهروند خوب کسی است که آب دهان خود به سرک نندازه و در معذر عام نندازه. خو خاری آغا سلای ده چه واورا پلارو که وانه چوی او دسی او جای واچوی چه مزایم سوک نسی او غا که سی راته گو که او مکم مشکل رو تپیک نسی. شهروند خوب کسی است که در مصرف آب صرفه جویی کنه. خو خاری حقا ده چه در حوا ده که کرتیا پا کمولو که خپل مسئولیت ادا کرد. در حقیقت شهروند خوب بودن کار سخت نیست. هر کدام ما میتونیم که شهروندان خوب و با مسئولیت برای شهر خود باشیم، مثل راز محمد که از طرف شاروالی کابل شهروند برتر هفته برگزیده شده است. سلام علیکم. این خبازی راز محمد است. بیشتر از 4 سال می شود که در شهر کهنه کابل فعالیت دارد.
فعالیت های خبازی راز محمد در ناحیه اول این گونه با قانون و مقررات شهری برابر است. برابری که توانست او را سوی مقامات در شاروالی کابل مقام شهروند برتر بدهد. اینی امر فعالیت ماست. این امر را دکاندار که نداشته باشه نمیتونه فعالیت کنه، کار کنه. اینی که است مالیات است. مالیات را باید آدم تحویل کنه در وقتش. شغل خبازی برای او از پدر و پدر کلانهایش به میراث مانده. دو دانه. میراثی که به باور راز محمد حتی سنگ تهدابش مطابق با قانون و مقررات شهری برابر گذاشته شده است. پدر ما بر ما توصیه کرده که بچم در جای دکانداری میکنی امر جواز دکانت مکمل پاک داشته باش. به خاطر که قد دولت دوانه میشه. وزن نان در نانوایی راز محمد مطابق به وزن است که در نرخنامه شاروالی کابل تعیین شده. بگی لالا اک دانگه اکش طول کن. نرخنامه داده شاروالی ما را نان ما از نرخنامه کده وزنش بالا میه. بخاطر که دیگه کمک دست ما نمی آمد. هنه مقای کار می آمد که یک ذره وزن خدا کلان مانده. فایده نمی خوره. نام خدا نان. کیفیت نان بهتر در نانوایی راز محمد باعث شده که از راه دور برای نانواییش مشتری جذب کند. فعلا نانوایی روبروی خانه ما هست. مگر نان از بیا کم کلان است. اکثر وقت ما پخپل بررسی کرده در نانوایی در دوی آقا در روڑی وزن که طاقی و که جورایی بلکه در خپل آقا در هم زیاد ده. سمون سون قیمت آقا ور کرده در قیمت خوی یو ده. چه تو مروازن من ولی در وزن هم در شل گیرام یا پینزر از گیرام زیاد. از این که راز محمد شهروند برتر هفته از سوی شاروالی کابل انتخاب شده حس خوبی دارد. میگوید حالا مطمئن شدم که کارهای خوب از سوی مسئولان حکومت نادیده گرفته نمی شود. این یک تشویق است برای مردم. یک مچی که کلگی میمینه تشویق میشه مردم میفهمه که بیادر حکومت است، دولت است، بازخواس است. ظالم باشی، مورولاک میشی، عادل باشی، تشویق میشی، تقدیر میشی. گران لیدونکو یو ځل بیا په خیر راغلی. دا خبرونه په دې برخه کې څولن راپورونه ته پام وکړئ. د ښاري تاسیساتو د ساتنې او څارنې په موخه د کابل خرولې د کار ساتنې او څارنې ریاست د شاد شمشیره پل د بیا رغونې چارې پیل کړې. په دې کار کې د پلو لارو، کټارو او د دې پله د پایو ترمیم او ټینګول شامل دي. با منظور فراهم کردن خدمات بهتر شهری و ایجاد سهولت به شهروندان، پرسنل زحمتکش شارولی کابل با امکانات دست داشته شمار زیاد از پیاده‌روها و سرک‌های شهر را برف روبی کردند و این کار ادامه دارد. همچنان کار نمک‌پاشی و ریگ‌پاشی برای جلوگیری از یخبستن نقاط آسیب پذیر نیز صورت گرفته و برف را جهت تقویت آب‌های زیرزمینی در ساحات قابل جذب انتقال داده‌اند. برف تکانی شاخه‌های درختان و نهال‌ها فعالیت مهم دیگر پرسنل این نهاد بزرگ خدماتی است. د دویم ناحیه د مسؤلان لوري د مراد خاني فروشکان در پښتون او وسمي واټون سیمه لا خارب نظمي پاتې کړي. لاسي تو کې پلورونکي ګرځنده کراچي او لاینی موټر چې د سړک او لارې بندیدو او چاپريالي ککړتیا سبب ګرځېدلی وو تنظیم او ځانګړو ځایونو ته ولګول شول. د غراس د عملیاتو په لړتیا د سیمه د کابل خرولي د تنظیم ریاست د پرسنل لوري لا کې صفاتو هم پاتې شوې. د ښار په مرکزی برخو کې خارب نظم د بیلابیلو پروګرامونو لا لوري څارل کیږي. آقای نوری، از آدرس نشرات الکترونیکی شاروالی کابل که برنامه ما به نشر رسیده کامنت های زیاد دریافت کردیم. بله، او گنشمیر خاریان و گنشمیر خلکو خپل نظر نمو سره شریک کردی دیم. بله، از نظریاتتان تشکر و در برنامه ما تصمیم گرفتیم که تعداد از کامنت های شما را به خانش بگیریم. بلکل زمو یو خورکی ده ده حمیدی نورستانی په نامه هغه کمنت پریخی ده وای هر څوک چې د خپل وطن په خاطر زحمت وباسي زموږ دوست دی. ژوندۍ دې وي زموږ ګران افغانستان. مننه کوم استاس له نیک نظر څخه خورجانې. یکی از کاربران دیگر ما به نام سهراب نوشتن که سلام ها و احترامات ما تقدیم برای تمام پرسنل زحمتکش شاروالی کابل و همچنان تشکر از جناب شاروال صاحب محترم که در مدت کم کارهای زیاد را برای شهر کابل انجام دادند. زموږ بل ګران ورور دی عمر افغان فنامه الحمدلله له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه. واقعا یو ښایسته برنامه ده. مننه کوم عمر جان، سلامت اوسئ. یکی از همشهریای عزیز ما به نام احدی نوشتن
یک پیشنهاد دارم. خطکشی سرک ها یک کار مهم و ضروری است و همچنان استفاده از پیاده روها که باید شما پیام های مثبت در این زمینه برای شهروندان عزیز نشر کنید. خب خوشبختانه که ما در قسمت استفاده از پیاده رو در هفته گذشته یک برنامه ما یک بسته معلوماتی داشتیم. نثار شریفی نوشته کرده هر کس که با آبادانی وطن کار میکند باید از او تقدیر گردد، فرق نمیکند که یک فرد باشد یا یک گرگان و یا هم شروالی کابل باشد. دهمت شاه پتنگ په نامه یو شخص دی خپل نظر موږ ته پریښی دی، وایي زموږ اسلامونه او احترامات قبول کړئ له لندن څخه. وطن د مور حیثیت لري، باید د مور خیال وساتو. فرهاد نوری نوشته کردند که بسیار یک برنامه خوب، زنده باد شروالی کابل. اگر یک کم کرایه کراچی ها یا دکان هایی که در کنار جاده ها گذاشتید کم شود بسیار خوب می شود. برای در زمینه زیاد پیشنهادات داشته، ما کامنت های شما به ما رسیده و تا جای هم مسئولان در شروالی کابل به این نظر هستند که در حقیقت 30% هم کم شده کرایه همین غرفه هایی که بر دست فروشان توزیع شده. خب کامنت های شما بسیار زیاد است ولی وقت برنامه به پایان رسیده، ناگزیر از حضور شما باید مرخص شویم. بیا هم ستاسو دو نیک نظر نو پا انتظار باندیم. تا برنامه هفته آینده، الله حافظ و نگهدار. تراتلون که برنامه، ده خدای پامان.